در شام غریبان حضرت سید و شهدا علیه السلام آیت الله العظما شیرازی در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی بر اقامه شعائر حسینی تأکید نمودند. معظم الله ضمن بیان اهمیت اقامه شعائر حسینی فرمودند در قبال شعائر حسینی و برگزار کنندگان آن هیچ گونه کارشکنی و کوتاهی نکنید، زیرا این عمل نابودی و عقوبت الهی را در پی خواهد داشت. برای توضیحات بیشتر مکالمه ای تلفنی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری از نمایندگان معظم الله که با هم می شنویم. بیانات حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی به مناسبت شام غریبان آقای امام حسین و روز عاشورا شب بسیار بسیار مهم بود، از جهت اینکه ایشون تلاش میکنن که جامعه را به سمت عقیده پیش ببرن. جامعه امت اسلامی در اثر شبهه‌های زیادی که دشمنان اسلام، دشمنان آگاه یا دوستان ناآگاه جامعه را به سمتی میبرن که شک ایجاد بکنن در جنبه‌های عقیدتی، ایشون تلاششون این هست که این شکوک رو برطرف بکنن و جامعه را یک جامعه عقیدتی بار بیارن. بیان مسئله شرعی که حقوق پدر و فرزند تا کجا هست، این مشکلی ایجاد نمی کنه و خیال می کنم آن چرا که ایشون به دنبالش هست ما را به یاد می اندازه جریان مسلم ابن عقیل. حضرت مسلم وقتی که وارد کوفه شدن خیلی ها با ایشون بیعت کردن و پس از اندکی کار به جایی رسید که پدرها و مادرها یا برادرها و خواهرها می آمدن دست افراد رو می گرفتن و می گفتن که خودتو توی این مسئله ننداز، ما را با سیاست چه کار، ما را با اینجور مسائل چه کار، و سعی می کردن که بچه ها را ببرن و در نتیجه هم شد آنچرا که حضرت مسلم رو تنها گذاشت. ایشون میخوان اون راه رو ببندن، ایشون میخوان به فرزندان بفهمونن که تکلیف شما یک تکلیف مستقله و شما باید از موضوع امام حسین حمایت بکنید و شما باید در کنار خاندان عترت و طهارت بایستید و شما باید این مسائل رو اهمیت بهش بدید، که اگر پدران شما در فشاری از طرف دولت ها قرار گرفتن یا پدران شما در اثر جنبه عاطفی خواستن شما را از مسیر امام حسین ولو به اندازه کم، اگر چه به اندازه کم هم باشه، خواستن شما را ببرن به منزل یا دور بکنن از مجالس، وظیفه شما اطاعت کردن نیست. و این مسئله مهمیه که جامعه ما به سمت تنها گذاشتن حضرت مسلم سوق پیدا نکنه. مسئله دومی که ایشون غالبا اشاره بهش دارن، نصیحت میکنن دولتها را که فریب شیطان را نخورن و مسائل سیاسی را حاکم بر مسائل عقیدتی نکنن. حقیقتا هر دولتی که خودش را با امام حسین گره بزنه سرنوشتش بسیار عالی میشه و نتیجه میگیره، و هر دولتی که جنگ با امام حسین رو شروع بکنه ناکام و زود از بین میره. حتی تاریخ رضاخان بزرگ هم و پادشاهان دیگه در کشورهای خاورمیانه نشون میده اون ایامی که طرفدار امام حسین بودن نتیجه گرفتن و اون ایامی که با امام حسین جنگیدن اون ایام ایام آخر عمرشون بوده. به هر حال فرمایشات ایشون جنبه اصلاحی داره و دلسوزانه است و خیال میکنم بسیار بسیار ضروری بوده و هست. امیدواریم که ما هم بتونیم از فرمایشات ایشون استفاده بکنیم و به اونها عمل بکنیم انشاءالله.